عشا چیست؟ عشا واجب پرمفهومی هست که معنی واحدی در زبان پارسی برای اون نمیتوان یافت. عشا قانون راستی و داد هستش. همه کنش ها و واکنش های درست و راست با قانون عشا سازگار هست. عشا پویایی و تکامل رو نشون میده. گفتار و کردار سازگار با عشا جهان رو پیشرفت میده و تازه میگردونه و کننده کار رو خوشبخت و شادمان میکنه. عشا چکیده دین زرتشتی است، دین مازدی است نیست. عشا قانون علت و معلول هست که هنجار اخلاقی و اجتماعی رو در آفرینش سامان میده. عشا در واقع هم قانون طبیعی است و هم قانون خدایی است. عشا قانون دگرگونی ناپذیر ازلی و ابدی است. اون چی که از گاتا برمیاد این هست که خواست اهورامزدا و عشا یکیست. عشا جلوه داد اهورایی و به عبارت دیگر مشیت خداوندی است و اون این هست که هر کس بهره و پیامد عمل خودش رو دریافت میکنه. البته اهورامزدا به مردم آزادی گزینش یا اختیار رو داده تا هر کس با رایزنی خرد و وجدان خودش راه خودش رو برگزینه و هشدار داده که هر اندیشه و گفتار و کرداری برابر قانون عشا پیامدی داره که قابل تغییر و دگرگونی نیست، ولی تصمیم و گزینش های افراد در دست خودشون و به اختیار خودشون هست. گاتا آگاهی میده به مردم که در دین مازدیاسنی جبر موقعیتی نداره و کسانی که نیکی رو برگزینند به شادی و خوشبختی، یعنی اوشتا میرسن، و اونها که بدی رو برگزینند دچار اندوه و نگرانی میشن. هر کس کشته خود رو میدربه. سرنوشت هیچ کس مقدر نیست، ولی پاداش هر کاری معلوم و معین. در دین مازدیاسنی عدل این هست که هر کس نتیجه و بهره کار خودش رو دریافت کنه و این امر طبیعی بر طبق قانون عشا به خودی خود انجام پذیره. و از این رو در دین مازدیاسنی شفاعت پیامبر، واسطگی پیامبر یا هیچ کس دیگر کارساز نیست، در نزد خدا کارساز نیست. و از این بابت با برخی از مذاهب اختلاف داره. در واقع در دین زرتشتی اقرار به توبه و از نوعی که در برخی از ادیان دیگه وجود داره نیست. هیچ کس نمیتونه با اقرار به گناه در برابر شخص روحانی و پرداخت تاوان مالی انتظار بخشش گناهان رو از پروردگار داشته باشه. کاری که انجام میشه پیامد خودش رو داره. عشو یعنی چی و عشوی چی؟ عشو کسی رو گویند که پیرو راه عشا باشه، یعنی پیرو راستی و داد باشه. و عشویی به معنی پاکی درون، یعنی راستی و دادگستری، و پاکی برون، یعنی پاکی محیط زیست هست. گاتا در مورد مقام زن و مرد چی میگه؟ در ادبیات گاتایی برای مرد و زن زمیر جداگانه شما نمیتونید پیدا کنید، وجود نداره. و این بهترین دلیل هست به اینکه مقام زن و مرد از نظر اندیشه زرتشت یکیست. به طور کلی در همه جای گاتا خطاب به انسان و یا زن و مرد صحبت، هر دو صحبت میشه. ما زبان انگلیسی میگیم هی و شی، ما همین امروزش زبان فارسی من فکر نکنم هی و شی داشته باشیم. خانم و آقا هم که همونطور که شما میدونید کلمات فارسی نیستش. در حال در ادبیات گاتایی شما نمیتونید زمین جداگانه برای مرد و زن پیدا بکنید و
کلن در همه جایگات ها هیچ جا شما خطاب به زن تنها یا مرد تنها نمیبینید صحبت بشه، یا مرد و زن میگه، زن و مرد میگه، یا انسان. ارث در دین زرتشتی چجوری تقسیم میشه؟ همون گونه که گفتم هیچ تفاوتی بین دختر و پسر در گاتای زرتشت دیده نمیشه. چنین مواردی در وهله اول به خرد انسان و در نهایت به خرد گروهی یعنی قانون واگذار باشه. سرپرستی فرزند پس از مرگ پدر به مادر واگذار میشه. این بهترین دلیل است که در سنت زرتشتیان هم تفاوتی بین زن و مرد، پدر و مادر وجود نداره. آزادی‌های اجتماعی در دین زرتشتی چطوریه؟ اندیشه‌های زرتشت بیشترین اهمیت رو به آزادی انسان میده، تا آنجا که حتی پرستش اهورامزدا رو هم گزینشی میدونه و اهورامزدا رو، پروردگار رو، پاسدار آزادی میدونه. بند 7 از یسناهات 50 میگه ای پاسدار آزادی و ستایش سزا، ای هستی بخش دانا، با نماز و نیایش به درگاه تو آمده و در پرتو راستی و منش پاک به تو خواهم پیوست. در بند 11 یسناهات 31 داریم که ای خداوند جان و خرد، هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش نیک خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی و به انسان نیروی سخن گفتن و رهبری و کار کردن دادی، خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود رو برگزیند.